سرخط خبرها. یک روز مانده به تصمیم آمریکا برای کشیدن ماشه تحریم ها، سه کشور اروپایی میگویند معافیت ایران از تحریم های سازمان ملل لغو نمی شود. فکر نکنیم اگر یه نوجوانی رفت مدرسه مبتلا میشه، تو کوچه بازی بکنه مبتلا نمیشه. انتقاد رئیس جمهوری ایران از کم توجهی مردم به ضوابط بهداشتی کرونا، وضعیت بعضی بیمارستان ها اورژانسی است. پس از چند درگیری میان آمریکا و روسیه، واشنگتن نیرو و تجهیزات نظامی بیشتری به شمال شرق سوریه فرستاد. شاید از چند هزار فیلتر سیگار از کنار درخت ها و باخت ها جمع. و اعلام جنگ این بار با ته‌سیگار، کارزاری برای جمع کردن آلوده کننده ترین زباله زمین. سلام، به این بخش خبر خوش آمدید. من ناجی غلامی هستم. سه عضو اروپایی توافق هسته‌ای با ایران اعلام کردند به رغم ادعای آمریکا معافیت ایران از تحریم‌های سازمان ملل متحد ادامه پیدا می‌کند. بیانیه بریتانیا، فرانسه و آلمان در واکنش به تصمیم آمریکا است که گفته مکانیزم مشهور به ماشه در برجام را علیه برنامه هسته‌ای ایران فعال می‌کند. آمریکا می‌خواهد به این ترتیب یک تن همه تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران را از نیمه شب امشب دوباره برگرداند. علاوه بر سه کشور اروپایی، روسیه و چین هم با تصمیم دولت دونالد ترامپ مخالف هستند. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از تورنتو در کانادا با ما هستند. آقای نامور حقیقی، در این دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ از هیچ فشاری بر ایران فروگذار نکرده و به قول خودشون موفق هم بودند. فکر میکنید که چرا اینقدر حالات فشار رو و این اصرار بر چی است که مکانیزم ماشه حتما فعال بشه؟ با سلام خدمت شما بینندگان محترم. خب چند تا دلیل داشت. دلیل اولش این بود که پروژه آمریکا که تحریم تسلیحاتی ایران بود، که خرید تسلیحات ممکنه توازن قوا رو در منطقه به هم بزنه و زمینه‌های درگیری نظامی رو، امکانات ایران رو برای درگیری نظامی افزایش بده و کارت مذاکراتیش رو افزایش بده، چون اون از دستش خارج شد، بنابراین رفت به سمت مکانیزم ماشه. ببینید، هدف آمریکا این هست که اگر در بازی سرعت و هراس که دو طرف بیان با سرعت به سمت همدیگه، بالاخره یک نفر باید بکشه کنار، در چنین بازی هدف آمریکا این هست که فشار زیادی رو ایران بیاره. این فشار باعث میشه که گروه‌های اصولگرای تندرو در درون بلوک قدرت ایران تشویق بشن که از برجام خارج بشن، دست به اقدامات رادیکالی بزنن، که خب اون موقع برای آمریکا یارگیری بین‌المللی و مقابله با ایران خیلی راحت تر خواهد شد. دوم این که وقتی در بلوک قدرت ایران دعوا بشه، چالش اجتماعی زیادتر خواهد شد و مشکلات زیادی در حوزه میان حاکمیت و مردم ایجاد بشه. سوم این که از جنبه سطح بین‌المللی با توجه به درگیری‌های منطقه ایران، ایران موقع در گوشه قرار خواهد گرفت که بین روی بزرگ و مذاکره، با توجه به اینکه کارت‌های ضعیف در اختیار داره، قطعا مذاکره رو انتخاب خواهد کرد. ایران هم فکر میکنه که اگر بتونه این وضعیت رو حفظ کنه، ادامه بده، آمریکا در موقعیتی نیست که باید روی بزرگ بشه، و در نهایت ایران اگه بتونه این دوره رو طی کنه تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، خب میتونه تنش رو مدیریت کنه و وارد یک فاز جدیدی بشه که با افزایش غنی‌سازی که فعلا داره، اگر وارد مذاکرات جدیدی هم بشه، بتونه از اونا استفاده کنه برای امتیازگیری. اعضای اروپایی توافق هسته‌ای گفتن که به رغم ادعای آمریکا معافیت ایران از تحریم‌های سازمان ملل ادامه پیدا خواهد کرد. چقدر فکر می‌کنید که این موضوع اثرگذار باشه بعد از نیمه شب امشب؟ خب ببینید، از جنبه عملی اگه نگاه کنیم، تحریم‌هایی که الان علیه ایران داره اعمال میشه از تحریم‌های قبل از مذاکرات برجام که حتی مسببه شورای امنیت هم داشت، خیلی سطحش بالاتره. برای اینکه در موقع ایران میتونست 800 هزار بشکه نفت بفروشه، ولی الان آمریکایی‌ها نمیذارن اقدام صورت بگیره، چون مسئله نفتی و بانکی رو به شدت دارن مانیتور میکنن
پس از جنبه عملی الان تحریمایی که داره اعمال میشه بیشتر است. اون چیزی که آمریکایی‌ها دارن دنبال میکنن با این وضعیت این هست که از جنبه حقوقی مصوبه شورای امنیت رو هم بدن که بتونن کمیته شورای امنیت نظارت کنه بر این تحریم‌ها که عملا اتفاق نخواهد افتاد. کاری که اروپایی‌ها دارن میکنن این که بخش حقوقی این تحریم‌ها رو بذارن کنار که اون وقت آمریکا باید خودش یک تنه وارد بشه در بخش‌های بانکی و نفتی، پتروشیمی، همه این کارا رو انجام داده. ممکنه در مورد بازرسی از کشتی ها بخواد وارد بشه که خب اونم اگر این اقدام انجام بده وارد درگیری حقوقی خواهد شد. بلا اروپایی ها نمیخوان وارد وضعیتی بشن که هیچ چاره جز رویایی با ایران نباشه و با توجه به موقعیت کنونی اروپا بدترین راه حل برای اروپایی ها درگیری میان ایران و آمریکاست. بنابراین اونها هم هدفشون مدیریت تنشه. این وضعیتی است که به این دو ماه ادامه خواهد یافت. آمریکا مایله که این سطح فشار رو افزایش بده تا در یک موقعیتی که ایران اشتباه بکنه و اون تو اون اشتباه بتونه یارگیری کنه از سطوح بین‌المللی. باید دید که در ماه‌های آینده سطح تصمیم گیری ایرانی‌ها چه اندازه از بازی خواهد بود. اگه مدلی که در مورد اعدام نوید افکاری رفتار کردن بخوان در حوزه هسته‌ای هم تصمیم گیری کنن، خب قطعا ایران در این بازی با کارت های بازنده داره بازی میکنه. علیرضا نامور، حقیقی تحلیلگر مسئله سیاسی ایران در تورنتو، متشکرم از شما. بر اساس اعلام وزارت بهداشت ایران، 1149 مبتلا به ویروس کرونا در بیمارستان های این کشور بستری شدند و 166 نفر هم در شبانه روز گذشته جان خود را از دست دادند. در جلسه امروز ستاد مقابله با ویروس کرونا، رئیس جمهوری ایران از کم شدن توجه عمومی به رعایت ضوابط بهداشتی این کشور انتقاد کرد. در همین حال وضعیت واحد اورژانس بعضی از بیمارستان های تهران وخیم گزارش شده و گفته شده شمار زیادی در صف های طولانی منتظر بستری شدن هستند. علی حمید دانی با این گزارش. ما در یک شرایط عادی عادی نمیتونیم جلسه ستاد ملی کرونا در ایران، پایان تابستان و در آغاز فصل سرد، دفاع از تصمیمات دولت برای بازگشایی ها، برای برگزاری کنکور، برای برگزاری مراسم محرم و بازگشایی مدارس. این دوگانه انگاری ها رو باید کنار بگذاریم که آیا سلامت یا معیشت؟ نه هر دو. آیا سلامت یا دیانت؟ نه خیر هر دو. آیا سلامت یا فعالیت اجتماعی؟ هر دو اینها باید مد نظر باشه. آیا سلامت یا آموزش و مهارت؟ این دوگانگی های نادرسته. همه این حرفا در حالی که ایران بار دیگر با شیوع گسترده ویروس کرونا روبروست که آن را موج سوم بیماری در این کشور توصیف کردند و انگشت تقصیر به طرف دولت اشاره رفته. همه باید این اصول و پروتکل رو تا زمانی که ما آقای روحانی هم از جمله مسئولیت را برگردن مردم انداخت و اینکه مردم ضوابط بهداشتی یا به گفته او پروتکل ها را کمتر از گذشته رعایت میکنند. مردم عزیز و بزرگوار ما در کشور مراعاتشون در هفته های قبل 82% بوده و این کاهش پیدا کرده، آمده به 62% رسیده. بسیار نگران کننده است. در حالی که بر اساس گزارش ها بیمارستان های اصلی در بعضی از شهرها از جمله در تهران بار دیگر پر شده از بیماران کووید 19، آقای روحانی از بازار سیاه و قاچاق دارو و تجهیزات پزشکی در ایران خبر داده. یعنی خبرهایی رسیده که برخی از قاچاقچی ها دارن دارو رو میبرن به کشورهای همسایه، حالا اونجا ممکنه قیمتش گرونتر باشه خیلی. وزیر بهداشت امروز خبر داده که یک به گفته او ایرانی تبار زرتشتی از هند به این کشور وعده فروش 20 میلیون دوز واکسن با قیمت پایین داده. سخنگوی وزارت بهداشت از ابتلای 3049 تن به کرونا در 24 ساعت گذشته خبر داد. بر اساس آمار وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته 166 نفر دیگر بر اثر کرونا جان باختند. افزایش شمار مبتلایان در ایران حدود 3 هفته پس از اصرار بر برگزاری مراسم مرتبط با عزاداری‌های ماه محرم و به گفته دولت سفرهای پایان تابستان.
پایان کرونا در ایران نامعلوم. آنچه معلوم است بحران است در مدیریت بحران. علی همدانی، بی بی سی. آمریکا حضور نظامی خود را در شمال شرق سوریه تقویت می‌کند. مقام‌های آمریکا گفتند 6 زره‌پوش رزمی و 10 سرباز دیگر به سوریه فرستاده است. این تصمیم وزارت دفاع آمریکا همزمان با افزایش گزارش‌ها از درگیری با نیروهای روسیه است که به سربازان ارتش سوریه کمک می‌کنند. سخنگوی ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا گفته این کشور به دنبال درگیری با هیچ طرفی در سوریه نیست، اما در صورت لزوم از نیروهای ائتلاف دفاع می‌کند. جیار گل خبرنگار در لندن. اما ماست جیار، سال گذشته هنگامی که دونالد ترامپ تصمیم گرفت بخش از نیروهاش رو از سوریه بیرون کنه اونجا بودی. این افزایش نیرو برخلاف تصمیم سال گذشته به نظر میرسه. خب فراموش نکنیم سال گذشته تصمیم دونالد ترامپ دقیقاً پس از تماس تلفنی بود که با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه داشت، حتی فرماندهان نظامی ارتش آمریکا رو شوکه کرده بود. خب اون موقع من یادم نیروهای آمریکایی بیرون می اومدن، بعد اونا تونستن دونالد ترامپ رو راضی بکنن که به خاطر اینکه مناطقی که به هر حال نیروهای کرد تحت کنترلشون دارن در شمال شرق سوریه، بیش از نیمی از نفت سوریه در اونجا قرار داره. و بعدن اومد گفت که خب ما نیروهامون اونجا خواهند موند به خاطر اینکه از این منابع نفتی استفاده بکنه. و الان ما متوجه شدیم که ماه گذشته حتی به هر حال نیروهای آمریکایی، خود وزیر خارجه آمریکا تایید کرده که قراردادی با کردهای نیروهای محلی کرد اونجا قراردادی امضا کردن و ظاهرا قرار شده شرکت نفتی آمریکایی دلتا کرسنت این منطقه رو، منطقه نفتی رو توسعه بده و حتی نفت این منطقه رو به هر حال در بازارهای جهانی به فروش برسونه. و به نظر میاد الان و اشتکاکی هم که بین نیروهای روسی و آمریکایی به وجود اومده بود، به نظر میاد که اینا دلیلی برای انتقال پنتاگون، یه دلیلی پیدا کردن که نیروهای بیشتری رو به اونجا اعزام بکنن. وضعیت مناطقی پس از خروج نیروهای آمریکایی به اشغال ترکیه درآمد الان چطور هست جیار؟ خب فراموش نکنیم پس از اینکه دونالد ترامپ ناگهان تصمیم گرفت سال گذشته بخشی از نیروهاش رو از سوریه بیرون بکشه، مناطق مرزی با ترکیه هم اونجا حمله کرد، شهرهایی رو در اون منطقه به تصرف خود به هر حال نیروهای تحت حمایت ترکیه در اومد که باعث شد در حقیقت مناطقی که کردها اونا رو از دست داعش در آورده بودن به دست نیروهای مورد حمایت ترکیه بیفته. و در چند سال گذشته گزارش های متعددی شده که اونجا مردم محلی اونجا مجبور شدن خونه و زمین هاشون رو ترک بکنن و عرب هایی رو از مناطق دیگه اونجا اسکان دادن. همین دیروز سازمان حقوق بشر سازمان ملل متحد یک گزارش داده و از ترکیه خواسته به نقض قوانین بین المللی خاتمه بده و از این کشور خواسته از نیروهای تحت کنترلش بخواد که به قتل و آدم ربایی در این منطقه پایان بدن. متشکرم از تو جیار گل. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. 3 عضو اروپایی توافق هسته‌ای میگویند با وجود اصرار آمریکا معافیت ایران از تحریم‌های سازمان ملل متحد پابرجا می‌ماند. فکر نکنیم اگر یه نوجوانی رفت مدرسه مبتلا میشه، تو کوچه بازی بکنه مبتلا نمیشه. همزمان با افزایش آمار مبتلایان به کرونا در ایران، مقابل بعضی بیمارستان‌های تخصصی تهران برای بستری شدن در بخش اورژانس صف تشکیل شده. در ادامه برنامه نزدیک چند هزار فیلتر سیگار رسیم از کنار درخت‌ها و باغچه‌ها جمع. کارزاری برای جلب توجه مردم به آلایندگی ته سیگارهای رها شده در خیابان‌ها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته طالبان از جنگ خسته شدند. آقای ترامپ که دولتش با گروه طالبان پس از 19 سال جنگ قرارداد صلح امضا کرده، از این توافقنامه دفاع کرده. در همین حال در دوحه پایتخت قطر، جایی که مذاکرات صلح افغانستان جریان دارد، نمایندگان دو طرف جنگ هنوز بر سر برنامه کاری مذاکرات به توافق نرسیدند. علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد. در دوحه در این هتل هیئت‌های مذاکره کننده هنوز طرز العمل مذاکره را نهایی نکردند.
یک هفته پس از مراسم افتتاحیه بر سر دوربر 20 مورد توافق شدند. اما درباره دست کم دو موضوع دیگر تا کنون به نتیجه ای نرسیدند. احتمالاً موارد جدی و مهم. گفته شده به زودی شاید امشب نشست عمومی دو هیئت برگزار شود. همزمان اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد طرفهای مذاکره را به اعتماد سازی و کاهش خشونت ها تشویق کرده. این شورا میگوید صلح پایدار تنها از طریق یک روند صلح جامع و یک توافق سیاسی فراگیر به دست می آید. در امریکا که دولت دونالد ترامپ 6.5 ماه پیش با طالبان توافقنامه صلحی امضا کرده، تعریف و تمجیدها از این توافقنامه و طالبان ادامه دارد. تازه ترین صحبت‌های دونالد ترامپ: ما با طالبان در تعامل بسیار خوبی قرار داریم. آنها بسیار سرسخت، بسیار باهوش، بسیار تیز هستند. اما شما می دانید که 19 سال گذشته و آنها هم انصافاً از جنگ خسته شدند. در افغانستان اما داستان سالهای گذشته همچنان روایت می شود. ادامه جنگ و خونریزی. با ابراز تأثیر عمیق امروز قبل از ظهر، هنگامی که سمونوال محمد آصف توخی، آمر امنیت پکتیکا جهت کمک به پرسنل امنیتی و دفع تحرکات تهاجمی دشمن به سوی ولسوالی یحیاخیل در حرکت بود، در اثر انفجار ماین کنار جاده‌ای که توسط طالبان توریست تعبیه شده بود به شهادت رسید. و در انفجار دیگری در ولسوالی دهدادی ولایت بلخ، 8 نفر از جمله یک فرمانده نظامی طرفدار دولت زخمی شدند. یک نفر کشته شد. طالبان مسئولیت حمله به محمد آصف توخی آمر امنیت پکتیکا را بر عهده گرفتند. دولت میگوید حملات طالبان همچنان در سطح بالایی قرار دارد. متاسفانه هنوز هم میزان خشونت ها و حملات طالبان بالای مردم افغانستان و نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در سطح بالای ادامه دارد. در هر 24 ساعت طالبان حملات زیاد توریستی را علیه مردم افغانستان و نیروهای افغان را اندازی می کنند و تلفات زیاد از هموطنان بیگناه ما می گیرد. در قطر اما دو سوی جنگ در تلاش هستند که بر سر طرز العمل مذاکرات بی پیشینه به توافق برسند، کاری که در یک هفته گذشته انجام نشده. این یعنی صلح افغانها سخت‌تر از جنگشان شده. علی حسینی، بی بی سی، کابل. وزارت صحت عامه یا بهداشت افغانستان گفته در پی آزمایش 95 نمونه مشکوک در شبانه روز گذشته 22 مورد مثبت کرونا شناسایی شده. با این رقم مجموع مبتلایان به کرونا در این کشور به 38919 نفر رسیده. در همین مدت هیچ مورد مرگی گزارش نشده. وزارت صحت عامه در مورد شروع موج دوم کرونا در افغانستان هشدار داده و ابراز نگرانی کرده. در حال حاضر شمار جان باختگان کرونا به 1437 نفر رسیده. در پی بالا گرفتن دوباره شیوع کرونا در اروپا، شماری از کشورهای این قاره در پی اجرای مجدد محدودیت‌ها هستند. دولت اسپانیا در پایتخت مادرید و حومه آن محدودیت رفت آمد و گرد همایی وضع کرده که از دوشنبه به اجرا گذاشته می‌شود و حدود 850 هزار نفر را در بر می‌گیرد. همچنین محدودیت‌های بیشتر برای مقابله با ویروس کرونا در دانمارک، هلند و ایسلند هم اعمال شده. الکسی ناوالنی، مخالف سرشناس دولت روسیه، برای اولین بار از زمان بستری شدن در بیمارستانی در برلین این عکس را از خود منتشر کرد. آقای ناوالنی ماه میلادی گذشته با سم نویچوک مسموم شد. آقای ناوالنی یک ماه پیش به دلیل مسمومیت در پرواز بازگشت از شهر تومسک به مسکو در هواپیما به زمین افتاد و هواپیما مجبور به فرود اضطراری شد. ارمنستان برای اولین بار در اسرائیل سفارتخانه باز کرده است. این سفارتخانه در آستانه سال نو یهودی در تل‌آویو افتتاح شد. ارمنستان از 28 سال پیش و بعد از فروپاشی شوروی و کسب استقلال با اسرائیل روابط دیپلماتیک برقرار کرد، اما دو کشور هیچگاه در خاک یکدیگر سفارتخانه نداشتند. مهرداد فرهمند نگاهی دارد به پیشینه رابطه ارمنستان و اسرائیل. اینجا محله ارمنی بیت المقدس است.
که بخش بزرگی از شهر قدیم را در بر می‌گیرد. بزرگترین بخش مسیحی نشین بیت المقدس. ارمنیان از آن رو چون این سهم مهمی در بیت المقدس از آن خود کرده اند که کلیسای ارامنه از آغاز رسمیت مسیحیت در امپراتوری روم در این شهر نمایندگی داشت. ارمنیان همچنین نقش مهمی در جنگ‌های صلیبی داشتند. در آن زمان آنها نزدیکترین دولت مسیحی به بیت المقدس بودند. دولت شهریاران ارمنی کلیکیه در جنوب ترکیه امروزی که مدتی بر قبرس هم فرمان روایی می کردند. جامعه ارمنی حضوری دیرینه در فلسطین و اسرائیل دارد. 3000 ارمنی در اسرائیل زندگی می کنند که 1000 نفرشان شهروند اسرائیلند. بقیه هم شهروند ارمنستان. ارمنستان بلافاصله پس از استقلال با اسرائیل رابطه برقرار کرد. اسرائیل نخستین سفیر خود را به قفقاز فرستاد و در تفلیس مستقر کرد که ارمنستان هم در حوزه مأموریتش بود. اما آنچه مانع از گسترش رابطه اسرائیل و ارمنستان شد، جنگ قره‌باغ بود. در جنگ قره‌باغ، اسرائیل طرف جمهوری آذربایجان را گرفت. با آذربایجانی‌ها سلاح رساند. هدفش محکم کردن جای پا پشت مرز ایران بود. ایران هم طرف ارمنستان را گرفت. با خوابیدن گرد و خاک جنگ قره‌باغ، ارمنستان در سال 1996 یکی از ارمنیان اسرائیلی به نام تسالوگ مومچیان را کنسول افتخاری خود در اسرائیل کرد. رفت و آمد مقام‌های دو کشور هم آغاز شد. مهمترینش سفر روبرت کوچاریان، رئیس جمهور ارمنستان به اسرائیل در ژانویه سال 2000 بود. ارمنستان کوشش زیادی کرد که اسرائیلی‌ها ارمنیان را نیز هم چون خودشان قربانی نسل کشی بدانند. بزرگترین موفقیتشان سفر یونا متسکر، خاخام اعظم اشکنازی اسرائیل به ارمنستان در 90 سالگرد قتل عام ارامنه بود. خاخام متسکر نسل کشی ارامنه را به رسمیت شناخت. اما دولت اسرائیل مقاومت کرد. تا کنون دوبار طرحی برای به رسمیت شناختن نسل کشی ارمنیان در مجلس اسرائیل به رأی گذاشته شده، اما رأی نیاورده. بنیامین نتانیاهو و متحدانش نخواستند رابطه خود را با ترکیه تیره یا تیره تر کنند. با این حال رابطه دیپلماتیک ارمنستان و اسرائیل روند رو به گسترش خود را ادامه داده. 10 پیش اسرائیل شموئیل میرام را سفیر خود در ارمنستان کرد. این سفیر البته در بیت المقدس مقیم است. سالی 2 بار هم به ارمنستان می رود. هشت سال پیش آرمن ملکونیان سفیر ارمنستان در قاهره همزمان سفیر آکرودیته کشورش در اسرائیل شد. سرانجام پارسال در همین روزها دولت ارمنستان اعلام کرد که در تل‌آویو سفارتخانه خواهد گشود. مرتضی فرهمند، BBC. خیلی ها شاید نمی دانند که فیلترهای سیگار تا چند اندازه آلوده و آلاینده هستند. برای همین است که رها شدن سالانه میلیون ها ته سیگار در طبیعت و شهرهای جهان به یک مشکل بزرگ برای سلامت و محیط زیست مردم بدل شده. در تهران به تازگی کارزاری تازه برای جمع‌آوری ته سیگارها از سطح خیابان ها به راه افتاده. اولین بار هم نیست، اما کارساز بودن نیازمند فرهنگ سازی است. گزارش سیاوش اردلان رو ببینیم. ته سیگار جزء کثیف‌ترین و آلوده‌ترین زباله هاست. گاهی از در خانه که بیرون بروی، از گوشه جدول ها تا پای درخت ها ته سیگار به وفور دیده می شود. خود سیگار برای سلامت بد است و ته سیگار برای طبیعت. مشکل این است که پرتاب کردن ته سیگار برای سیگاری ها عادت شده. حتی یک ژست. اغلب فکر می کنند فیلتر سیگار فقط کاغذ است. اولا کاغذ نیست، نوعی پلاستیک است که به سختی تجزیه می شود. دوما فقط زباله پلاستیکی هم نیست، به شدت آلوده و آلاینده است. محققان دریافتند که مواد سمی و آلاینده موجود در یک فیلتر سیگار می تواند تا 1 لیتر آب و یا 1 کیلو خاک را آلوده کند.
ما فهمیدیم ته سیگار جلوی رشد گیاه رو هم میگیره و آب و خاک رو آلوده میکنه. این جدا از ته سیگارهایی است که پرت کردن آن توسط آبران و گردشگران طبیعت باعث آتش‌سوزی های جنگلی میشود. امروز ما جمع شدیم که فیلترهای سیگار رو روبروی پارک ملت رو و محیط اطرافش رو جمع بکنیم. این محمد جواد حق‌شناس است، از اعضای شورای شهر تهران که به فکر حل مشکل ته سیگارها افتاده. من از این برنامه در واقع یک چالش رو میخوام برگزار کنم، دعوت کنم آقای حناچی رو و محسن هاشمی رو و وزیر کشاورزی رو و وزیر کشور رو و همینطور اعضای شورای شهر رو که خودشون با دست خودشون یکی از این بطری‌ها رو در کنار منزلشون یا محل کارشون جمع‌آوری کنن. شاید به راه افتادن مسئولان در خیابان‌ها برای جمع‌آوری ته سیگار جای یک راه حل ریشه‌ای و سیستماتیک را نگیرد. مثلا یکی از راه حل‌ها جریمه کردن کسانی است که ته سیگار را این طرف و آن طرف پرتاب می‌کنند. کاری که در خیلی از شهرهای دنیا انجام می‌شود و خیلی از سیگاری ها را شاکی کرده است. اگه یه ساعت دوباره بذارن که ته سیگارا رو بندازیم توش حله. لابد سیگاری ها انتظار دارن قدم به قدم همه جا یا یک سطل زباله نصب شود یا یکی پشتشان فیلترها را جمع کند تا مبادا ته سیگار برای چند دقیقه روی دستشان بماند. بعضی ها ایده های خلاقانه ای دارند که تا زمان رهایی از شر فیلتر سیگار در جهان تا حدی کارساز است. مردم میتونن این بطری‌های بی‌مصرف رو با یه وصل کردن یه سیم بهش آویزون کنن از نرده‌ها و جایی که توی سطح شهره و افراد سیگاری فیلترهای بیارن بندازن توی این. این آغازی است برای دوستی با دشمن سلامت انسان. ولی قدم اول فرهنگ سازی و آگاهی دادن است. طرح جمع‌آوری فیلترهای سیگار مخصوصاً که شهرداری تهران پارسال هم پویشی برای جمع‌آوری ته سیگارها در بوستان‌های تهران به راه انداخته بود. پویش و چالش‌های مقطعی تا حدی جواب می‌دهند. ولی خطر فیلتر سیگار فزاینده و جدی است. یکی 2 میلیون ته سیگار هم نیست. سالانه 5000 میلیارد ته سیگار وارد چرخه طبیعت می‌شود. شهرهای ایران و دیگر نقاط جهان گام‌های خوبی برای جمع‌آوری ته سیگار برداشتند. دستشان هم درد نکند. اما جمع‌آوری هرگز جای پیشگیری را نمی‌گیرد. سیاوش اردلان، بی بی سی. و با این گزارش می‌رسیم به پایان این بخش خبر. ممنون که بیننده تلویزیون فارسی بی بی سی هستید.